حسین سازگارا فعال سیاسی از واشنگتن با ماست. آقای سازگارا، حرفای رهبر جمهوری اسلامی رو نسبتاً نرم یافتم، اگر اشتباه میکنم من رو اصلاح بکنید، یعنی حرف از این نزد که متحد بشید حمله نظامی بکنید، حرف از تحریم اقتصادی هست و اینکه بدون لکنت حرف بزنید و انتقاد بکنید از اسرائیل. بله، ببینید، بازم ابتدا آقای فرزاد، واقعا تأسف خودم از صحنه های غم انگیزی که آدم این روزا میبینه نمیتونم ابراز نکنم و نفرین نکنم آقای خامنه ای رو که آتش روشن کرد. اما بحث درگیری نظامی و سکوت هایی که میکردن بعد از اینکه امریکایی‌ها دو تا پیغام محکم دادن، در واقع جا زدن، حتی حزب الله هم جا زده و وارد این جنگ نمیشن، یعنی همون استراتژی که امریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها میخوان دیکته کردن بهشون، که بهشون هم گفتن اگه پاتونو بذارین داخل این جنگ با اسرائیل طرفین، با آمریکا طرفین، در نتیجه جا زدن، در حدی که نه فقط در ایران مردم جوک ساختن مقدار زیادی، الان در رسانه های عربی، رسانه های اجتماعی عربی هم مقدار زیادی دست میندازن خامنه ای و این فرماندهان متوهم سپاه رو که از این هارت و پورتا میکردن. ایشون طمعش این بود که در دنیای اسلام شلوغ بشه، 1.1 میلیارد مسلمان از اندونزی مثلا تا آمریکا بریزن تو خیابونا شروع کنه. این اتفاق هم خیلی خیلی کمتر از اونی که اصلا انتظار میرفت افتاده و همچین اتفاق نیفتاد. حالا ایشون اومده سراغ بحث اقتصادی و به نظر من بیش از هر چیز بی‌سوادیشو نشون میده، برای اینکه این چیزی که ایشون فکر میکنه هنوز سال 1973 است و تحریم نفتی و غیره. اولا که اسرائیل مثلا جمهوری آذربایجان نفت تامین در عرب می‌سازد، یا آمریکا الان در موقعیتی است به تنهایی همه دنیا برن کنار میتونه نفت اسرائیل رو تامین کنه. ثانیاً امریکا بعد از سال 73 یک قانون گذروند که بایکوت کردن علیه اسرائیل رو ممنوع کرده، یعنی اگر کشوری، چون یه موقع عربا این کار رو کرده بودن، مثلا جنسی میخریدی قید میکردن این نباید به هیچ بندر اسرائیلی یا کشور اسرائیل بره، این رو امریکا اصلا ممنوع کرده، در نتیجه هیچ کشوری هم نمیره این ریسک رو بکنه که بخواد اسرائیل رو بایکوت کنه، بعد گرفتار بایکوت ها و تحریم های امریکا بشه. بنابراین یه حرف بی سر و تایی است که نه کسی گوش میکنه، نه اصلا ایشون در اون موقعیتی در دنیای اسلام قرار داره که جست رهبری دنیای اسلام رو بگیره، از همون اسلامی بخواد که بیان یه کاری بکنه، کسی حرفش رو گوش نمیکنه و بسیار منزوی تر از این حرف هم هست، اونم یه همچین حرف بی در و دروازه و بی سوادانه. ممنونم از شما. محسن سازگار فعال سیاسی از واشنگتن دی سی با ما.